سلام به شما فالوورها و مهمونای عزیز به کافی شات خوش اومدین. خیلی‌ها میان از من می‌پرسن که چرا اینجا لوژ خانوادگی نداریم. خب واضحه، چون مهمونای ما معمولاً بی خانواده‌ن. نه آقا، منظورم اینه که شما فرهیخته تر از این هستین که وابسته به خانواده باشین. اصلا خانواده مگه چیه؟ یا آقای از خانومی خوشش میاد یا برعکس از خانم بعدش بیاد؟ نه آقا، برعکس، منظورم اینه که خانومه از آقای خوشش بیاد. بعد اینا تشکیل خانواده میدن و تازه شروع بدبختی. اینو من نمیگم، حافظ میگه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. الکی الکی با ازدواج خودتون رو بدبخت نکنید. رفیق من طفلی نیمروز درد جدا دوست داشت، خانومش هم زده. خب با همچین شرایطی نمیشه کنار اومد. بعد اینا مجبور شدن به خاطر علاقه شون پا روی احساساتشون بذارن و مسائل پیش پا افتاده رو فدای چیزای مهمتر بکنن. واسه همین فردای اون روز طلاق گرفتن. بحث یه عمر نیمرو خوردن الکی که نیست. جانمای بازی کثیف تموم کن. بازی کثیف چت فاین طبیعی همش حموم و نظافت و این جور چیزاست. نگار روز اولی که ما اومدیم، روز اولی که اومدیم اینجا فقط قرار بود غذا بخوره. خب ما جلو در همسایه آبی رو دارم، حداقل هوله رو بی خیال جانما. واسه چی؟ بره چی؟ کی با هوله میره بیرون؟ گاندی، تو از گاندی معروف‌تری؟ گاندی هوله حموم داشت. خب هوله حمومو که همه تنشون میکنن. همه تنشان میکنه ولی کسی باش تبلیغ نمیگیره، باش بیرون نمیرن که. من همه چون باید به توضیح بدم. خب اینجوری جنجالی تر میشه، بیشتر دیده میشه. ها دیگه، اینجوری آبروی ما هم بیشتر میره. خب بعد دقیقا یک چیزی میگرفتی برام بره، این تنگه. اصلا تنهایی خیلی بیشتر خوش میگذره. هر کار بخوای میکنی، هر جا بخوای میری، هر چی بخوای میخوری، ولی خانواده چی؟ مثل نوشاب خانواده است. سر رنگش باید با بقیه به توافق برسی، با بقیه تقسیمش کنی، آخرم به یکی کم میرسه به یکی زیاد. ولی نوشاب تک نفره همه ی همش مال خودته. تازه اگه قوطی باشه خیلی خوشمزه تر هم هست. به نظر من که کلان ازدواج نکنید، ولی اگه یه روزی خواستین ازدواج کنین، ازدواج سفید بکنین، خیلی خوبه. فقط یه ذره زود لک میشه. نه، منظورم اینه که یعنی تو قید و بند و تعهد نیستین، مخصوصا اگر پسر باشین. نه مهریه ای، نه ارثیه ای، نه نفقه ای، هیچ به هیچی. هر وقت دلت خواست به هم میزنی. تازه مجبور نیستی خرجشو بدی. یه ماه دونگ اجاره خونه‌شو نداد، میندازیش بیرون یکی دیگه. ازدواج سفید مثل دستمال کاغذی سفید میمونه، راحت میتونی بندازی دور. اصلا اینجوری بهترم هست. سالگرد ازدواج در کار نیست که مجبور باشی کادو بگیری. بعد نه شرعی در کاره، نه مدرک قانونی داری که بخواد ازت شکایت کنه. شر بشه این حرفا چیه میزنی؟ مگه پیرانه که هر وقت دلت زد زود بری عوضش کنی؟ تو همونی نیستی که تا دیروز میگفتی زن و شوهر لباس هم دیگه چی شد؟ خب برای چی مغلطه میکنی؟ منظورم از لباس اینه که عیبای هم میپوشونن زن و شوهر. خب دیگه بدتر، دیگه بدتر. شما فقط دنبال اینه که عیباتون یکی بپوشونه. اگه راست میگی عیب تو برطرف. نه مگم، یعنی از هم محافظت میکنن. خب یه دوره دفاع شخصی برو. مگه بورسلی زنش ازش محافظت میکنه؟ اصلا چرا فقط میکنی جون خانم رو به خطر بندازیم؟ ها؟ سلام به شما هنرجویان، امروز در خدمت استاد مورب عزیز هستیم تا با یه نقاشی فاخر دیگه ما رو به وجد بیارن. استاد بفهم. خب امروز میخوام در سبک ایزیس براتون نقاشی بکشم. بله، نقاشی که میکشم یک انسان معترضه. خب از رنگ قرمز استفاده میکنیم، میخوایم بریم که خب این کله انسان معترضه به این شکل کلهشو میکشم. وای استاد چقدر سریع و استادانه این دایره رو کشیدین. دایره کشیدن بدون پرگار خیلی کار سختیه. استاد بدون خطکش دوزنقه هم بلدین بکشین؟ بله، کار نداره که. یادش بخیر زمانی که می‌خواستین کله انسان خسته رو بکشین، همین شکلی بود و همینقدر طول کشید. من سر این انسان رو به صورت دایره کشیدم که گوشه امنی نداشته باشه. یعنی اگه گوشه امنی داشت کلهش مثلثی می‌کشیدین؟ بله، در سبک ایزیس ما حالات رو بر اساس اشکال ساده طراحی می‌کنیم. خب حالا من داخل این دایره هیچی نمی‌کشم، چون ما انسان‌های خاورمیانه‌ای، پوچی متوهی. حالا شما اگه خواستین انسانی رو از جوامع متمدن اروپایی و آمریکایی بکشید، به هیچ وجه سرش رو توهی و پوچ نکشید که از دایره ادب خارجه. متوجه. خب الان می‌خوایم بریم سراغ گردنش با دو تا خط صاف. کج شد که استاد؟ نه این کجاش کجه؟ اینهاش دیگه. آها، فکر می‌کنم حواستون نبوده، رفتین تو سبک کجیست. آها، نه این خمودگی اختیاری نیست. انسان معترض بر اثر زیاد بودن فشارهای وارده علارغم میل باطنی خودش، حالا گاهن گردنش کج میشه.
بخش انسان معترض به چی معترضه؟ به همه چی. به عوارض خروج از کشور، به قیمت خاویار، بالا رفتن هزینه تورهای 37 شب و 40 روز دور دنیا. بخش تورهای 37 شب و 40 روز چرا شباش 3 روز کمتره؟ همین، انسان معترض به همینم معترضه. چرا شباش 3 روز کمتره؟ یعنی معلوم نشه چرا شباش 3 روز کمتره؟ بگذاریم. انسان معترض به خط قرمز، به چراغ قرمز، به پل عابر پیاده، به همه چی با شعار اعتراض میکنم پس هستم معترضه. البته بستگی داره، اگر در جوامع متمدنی مثل غرب بود انسان باید به جای انسان معترض انسان مطیع باشه، چون هر اتفاقی که اونجا میفته قاعده و قانونی داره، حتی اگر در ظاهر بی قانونی باشه. چه زیبا. خب میریم ادامه نقاشی. این شکم انسان معترضه که داره سختی رو تحمل میکنه. خب بریم سراغ یکی از سخت‌ترین قسمت‌های این نقاشی. خب اینا چی هن؟ اینا شبیه انسان حیوان پای مرغ. خیر، اینا چنگاله. چنگالی برای خط انداختن روی کسانی که رو در روی انسان معترض وای میستن. ساچا واو جا؟ منظورم اینه خیلی خب، سراغ پاهاش میرم با دوتا خط صاف. پاهاش چقدر شبیه انسان کریستیانو رونالدوه. درسته، حتما میخواد ضربه آزاد بزنه. آفرین آفرین. واقعا؟ بله، انسان آزاد همیشه در حال ضربه آزاد زدن به چارچوب‌های خود ساخته و سختگیران است. ایدئولوژی‌های کهنه استاد. بله، میخواد ضربه آزاد بزنه به زیر طاق قوانین رادیولوژی زده. خیلی ممنونیم از شما استاد معرب عزیز و شما هنرمندان و هنرجویان گرامی. به افتخار خودتون. تشکیل خانواده باعث ناهنجاری‌های زیادی میشه. نمونش همین طلاق که خدمتتون عرض کردم. سالانه کلی زن و شوهر دارن از هم جدا میشن. خب اگه ازدواجی نباشه طلاقی هم اتفاق نمیفته. من نمیفهمم چرا انقدر پول مشاور خانواده و کارشناس میدن که جلوی طلاق رو بگیرن. خب این مشکل باید ریشه‌ای حل بشه. اگه جلوی ازدواج گرفته بشه دیگه طلاقی هم نداره. باز خوب این جشن طلاق راه افتاد تا همه چی ختم به جشن و شادی بشه. بالاخره پایان شاد بهتر از یه شادی بی پایان. یه پایان شاد خیلی بهتره دیگه. خب استا خیلی هم دارن خوش و خرم زندگیشانو میکنن. اونا رو به چی نمیگی؟ ها؟ مگم خیلی هم دارن زندگیشانو میکنن. خب اونا حتما پارتی داشتن. بالاخره خانواده محدودیت میاره. نمونش همین امیر. امیر؟ بله. امیر قطر؟ نه، امیر عابدزاده رو میگم. اگه فامیلیش عابدزاده نبود مجبور نمیشد دوازبان بشه دیگه. چه ربطی داره؟ خیلی ربط داره. اصلا میدونی دستکش دوازبانی چقدر گرمه؟ تمرین دوازبانی چقدر سخته؟ تو گرمای تابستون اون باید دستش باشه. بعد گوشیش زنگ بزنه نمیتونه جواب بده چون گوشیا لمسیه دیگه، بعد همه نگرانش میشن. بعدم همه عابدزاده باید دوازبان بشن. این محدودیت نیست پس چیه؟ از همه بدتر اینه که امیر تفلک مجبور شد بین اون همه آدم زانو بزنه دست پدرشو ببوسه. اگه یه بیکار بیار بود خب این حق تحقیر نمیشد دیگه. تحقیر چیه؟ بوسیدن دست پدر افتخارم است. نه خیرم، اینم در راستای مرد سالاریه. تنها افتخاری که بابا داشتن تو این چند سال این بوده که یه لیوان آب دادن دست بچه‌شو. بله همه جا نمیگفتن که بابا آب داد، بابا آب داد. اگه افتخار دیگه داشتن این حرفا رو می‌زدن. نه خیر، آبم که میتونیم از آب سرد کن بخوریم. یه آب پرتقالی چیزی میدادن لاغر. بعدش هم آدمای سنتی مثل شما خیلی به پدر مادر احترام می‌ذارن. اصلا من دلیلی نمی‌بینم. چرا باید زنو به بهونه بچه‌داری بشینن تو خونه و استراحت کنن بعد آقایون همش برن سر کار؟ خب شما هم برین کار کنین و دنگتون رو بدین. حساب حساب کاکا برادر. اصلا اینجوری رمانتیک تر هم هست. فکر کن دو نفری سوار اتوبوس میشی، بعد هر کسی کارت بلیط خودش رو میزنه، بعد بیق صدای کارت بلیط خانومت بلند میشه، میفهمی اعتبار نداره. چون بدهیای قبلیش رو باز صاف نکرده تو هم براش نمیزنی، بعد از اتوبوس میندازنش پایین، بعد دنبال اتوبوس میدوه تا از پشت شیشه باش پای پای میکنی. اصلا من نمیگم زندگی مشترک. خب تو اجاره خونه و خرید و اینا هم شریک بشیم دیگه. اصلا بهتره هر کسی پول غذای خودشو بده. وقتی حقوق مردا بیشتره چرا باید چلو کبابشون رو با دستی خانومشون شریک بشن؟ چی؟ آها، اگه خانوما بچه رو تربیت نکنن بچه چجوری رشد کنه؟ خب میکاریمش تو باغچه دیگه. دیگه باش پرستار میگیریم. آ برای درسش خب اونم میدونید دیگه معلم مثل مسواک خصوصی باشه بهتره. بچه دوم هم که اصلا نیارید. اگر بچه‌تون نیاز به همبازی داشت یه سگی گربه همستر چیز براش بگیرید. میتونید ستاشو هم همزمان بگیرید که بچه تاماجری زنده ببینه. برای پدر بزرگ مادر بزرگا به نظرم بهتر اینجا خونه سالمندانه. بعضیا میان میگن وجودشون تو خونه مایه خیر و برکته، نمیدونم به بچه‌ها آموزش میدن، بین زن و شوهرها میان جیگری میکنن. اصلا این حرفا مال این دور زمونه نیست.
زن و شوهر که یه بار با هم دعوا کردن بهتره برن طلاق بگیرن. واسطه گری اینا رو نکنید. راحت بفرستینشون خونه سالمندان، بعد سال یه بار میتونیم با تماس تصویری عیدو بهشون تبریک بگیم، اونا هم انرژی مثبت برامون بفرستن. اونم گوشتارا رو نخوری ها؟ اصلا بدش به من پری جون، به دادم برس شوهرم بود؟ کش مرده بود. شلوارش دوتا شده؟ کش شلوارش دوتا شده بود. سه تا؟ مثلا تو به شلوار نداره، پیراهنش از جلو پاره شده. نه زهر مار. خب مثل آدم، منظورم اینه که خب شوهر چی عزیزم؟ شوهر چی؟ شوهرم برام پورشه خریده. آخه لامبورگینی دوست داشتی؟ نه پورشه دوست داشتم، ولی بهش گفتم گوجه ای بره بخره، رفته قرمز گرفته. قرمز خریده؟ غیر قابل تحمله. قبلا هم سابقه لجبازی داشته؟ آره یه بار دیگه هم رژیم گرفته بودم، بهش گفتم بره 300 گرم برام کلم بروکلی بخره، رفته بود 308 گرم خریده بود. خب با خودش نمیگه این حجم از کالری رو من چجوری باید بسوزونم؟ حتما زیر سر خواهرشه، اینطوری بهش گفته که من از تیپ و قیافه بیفتم و چاق بشم. چیکار کنم برفام کنه؟ مهرتو بذار اجرا. خب هری جون، اینو دفعه قبل سر اینکه 48 ثانیه دیر اومده بود خونه به هم گفت. فراموش کردی؟ آها خب من انقدر مراجعه کننده زیاد دارم که یادم نمیمونه. بذار از کتابم کمک بگیرم. خب ببین ریشه سکویا رو با جوز هندی بجوشون به خوردش بده. خوب میشه؟ نه کهیر میزنه. مردی که رو پوستش خیلی حساسه. خب چه بهتر. ببین وقتی کهیر زد بهش میگی راه درمانت اینه که دقیقاً یک سیر شنبلیله رو با 18 گرم زرده تخم مرغ 7 ثانیه تو دمای 220 درجه تفت بده تا کد رنگ N275 در بیاد، تا کهیرش برطرف بشه. میشه دوباره بگین؟ برات یادداشت میکنم. خب این چه فایده ای داره؟ وقتی این کد رنگ رو رعایت کنه معلوم میشه که فقط به توی که اهمیت نمیده و پوست خودش براش مهمتره. وای چی شده؟ این رشته مرباری چیه تو گردنت؟ این؟ شوهرت برات خریده؟ آره چطور مگه؟ این مروارید موقعی که از آب گرفته شده قمر در عقرب بوده. یعنی نیش میزنه؟ کاش نیش میزد. این مرواری فقر و فلاکت میاره، باید از شهرش خلاص شی. بفروشمش؟ نه با فروختن چیزی حل نمیشه، باید به آب بسپاریش تا به دریا برگرده، وگرنه نفرینش تو رو میگیره. تو رو خدا بگو چی کار کنم؟ باید نزدیکترین حالت برج حمل به عطارد رو پیدا کنی و بندازیش تو دریای آزاد. سخته که؟ نگران نباش، میگم بچه ها برات انجام بدن، فقط اجرتش یه کمی. هزینش مشکلی نداره، ولی جون هر کی که دوست داره یه کاری کن من فقیر نشم. من از فقر و نداری خیلی میترسم. اونو بسپار به من، خیالت راحت. من خودم آخر هفته میرم شمال میندازم تو خزر. خزر که آزاد نیست. کسی نمیتونه راجع به آزادی دیگران تصمیم بگیره. آره حق با شماست پری جون. پس بذار من اینو باز کنم دیگه، زحمتش گردن خودت. مرسی عزیزم. بازم ازت ممنونم. فدات شم. یه بدیه دیگه خانواده‌های سنتی اینه که فکر می‌کنن بچه‌شون رو خودشون باید تربیت کنن، در صورتی که بچه باید بره اشتباه کنه. رفیق خودم باهاش تو 7 سالگی نخ سیگار بهش داد بکشه تا بهش بفهمونه تو اجازه داری سیگار بکشی، ولی خودت باید بفهمی سیگار بده. همینجوری هم شد، بعد یه سال اومد گفت که بابا سیگار خوب نیست. یعنی دیگه ترکه؟ گفت دیگه سیگار من نمیگیره، رفت سراغ حشیش. حشیشی شد؟ نه بچه عاقل بود، حشیش هم سری گذاشت کنار. وقتی با شیشه آشنا حتما الان اون بچه یه کارتون خواب معتاد بدبخته. نگاهت سنتی آیدین، نگاهت سنتیه. فکر کنی اگر بچه رو با اشتباهش تنها بذاری حتما تهش کارتون خواب شدن و معتاد شدنه. یعنی الان دیگه نمیکشه؟ 11 سال پاکه. پاک. آره طفلی طفلی. بره چی؟
11 سال پیش مورفین زیاد مصرف کرد، بعد اووردوز کرد، مرد. ولی مهم اینه که خودش فهمید، خودش تجربه کرد که سیگار بده، کسی بهش تحمیل نکرد. مثلا چی کار داشت موسا؟ ها این اوتسابینا آمده چیکارش کنه؟ وای دیدم حوصله اون یکی رو ندارم، خودت برو چیکار کنم؟ برو خودت کارش بکن دیگه، برو بابا. به نام خدا، با توجه به نبود استام من امروز در خدمت شما هستم تا استابینا در رابطه با موضوع شیرین خانواده بحثاشانی شروع کنم. استاد هستم، همون که خودشان میگن. بله، درود بر شما مشتاقان هنر. موضوع بحث امروزمون درباره مضرات حضور خانواده در سینما و تلویزیون. اما قبل از اینکه به بحث اصلی بپردازیم، لازمه که مفهوم خانواده رو با هم واکاوی بکنیم. کلمه خانواده از دو واژه خان و واده تشکیل شده. خان در لغت به معنی حفره و شیاره. معنی دیگرش هم مراحل سختیه که فقط یک موجود خیالی و افسانه‌ای مثل رستم از پسش برمیاد. برای اینکه به عمق فاجعه‌ای که درگیر شدن ما با خانواده برامون به وجود میاره پی ببریم، کافیه که به چسبیدن خان به واده در این کلمه دقت بکنیم. یعنی هر کس که در این خان و حفره که گریزی ازش نیست بیفته، ناگزیر میشه که وا بده. پس ما باید مانع از افتادن هنر در این ورطه بشیم و دامن هنر رو از آلایش و آلوده شدن به مفاهیمی مثل خانواده دور نگه داریم. یکی از راهکارهایی که برای رهایی از این مشکل وجود داره، آری کردن هنر و فیلم از پدر و مادر. اینجوری که هنر بی پدر مادر منه؟ بله آفرین، هنر بی پدر مادر اما مستقل. متاسفانه در مملکت ما هنر مستقل در دوره پهلوی رو اگر اجازه میدادن، دوره کلن بیناموسی بود که وقتی دارم حرف میزنم وسط حرف من نفر جانم توفاله آووکادو که لگد نمی کنم، دارم حرف میزنم. ببخشید استاد، ببخشید استاد. عرض میکردم بعد از اون دوره طلایی، سالها شاهد حجم زیادی از سلطه خانواده بر فیلم‌های تلویزیونی و به اصطلاح خانوادگی بود که باعث افتادن هنر در خان و وادادگیش می‌شد. به عنوان مثال در خیلی از فیلم‌ها دیدید که تا پدر و پسر با هم تنها میشن که دو خط دیالوگ هنری بگن، مادر خانواده وارد میشه و با گفتن این جمله که خوب پدر و پسری با هم خلوت کردینا، مانع از این میشه که حرفشون رو بزنن و به خاطر یه موضوع ساده سه قسمت سریال کش داده میشه. اگر فشاری روی فیلمساز نبود که پای مادر رو وسط بکشه، این فیلم یک فیلم بی پدر مادر یا حداقل بی مادر میشد. شخصیت پسر تنها خیلی بهتر میتونه قصه رو پیش ببره. ولی استاد خانواده نمیشه که به چه رشد نمیکنه؟ بله، ولی فقط رشد در ابعاد. باید اعتراف بکنیم که کیفیت غذای خانگی خیلی بهتره و وقتی وارد خانه شکم میشه باعث میشه که ابعاد ما بزرگتر بشه، اما در عوضش دیگه خودمون نیستیم. متوجه شدی؟ نه. عرض میکردم مسئله بعدی که سالها توی فیلمهای ما به زور چپونده میشد، احترام ابدی پدر و مادرها بود. فرزند به مساوی یک مستعمره موظف استعمار و سلطه یک فرد زورگو به نام پدر رو قبول بکنه و احترامش کنه. البته خوشحالم که توی سالهای اخیر یک تابو شکنی توی فیلمها و سریالهای ایرانی رخ داده. البته فیلمساز جسارت کافی رو نداره و این صحنه رو در قالب خواب به تصویر میکشه، اما من معتقدم که این خواب باعث بیداری سینما و تلویزیون گل گل ایوه آیدین ببین، تو زامن رسمی با نامه کسر از حقوقی؟ حالت خوب هستم. قرونه تو خوبی؟ نه مسکه، حالت خیلی خرابه. صاحبکار ما خودتی دیگه، به این مدلی هم که شما برم بیمه خده هم این رد میکنی، قرار دادی بودن من در حالی از ابهامه. به من اگه هر ماه یکم از حقوقت کسر کنم میشه کسر از حقوق؟ بسته اگه زامن بره وام میخی کن یه چیز دیگه، بعد یک کارمند رسمی اداری ارگانی چیزی پیدا کنی. دو نفر باید پیدا کن. تو رفیقات کسی رو نداری؟ نه با رفقا هم بیشتر به درش چاشنی میخورن تا زامن. غریبه هم که اعتماد نمیکنی. باید برم سراغ فامیل. ببین من دایی هوشنگم بازنشسته ارتش، عمم معلمه، میشه؟ ها
میشه، ولی تا چند دقیقه پیش فامیل اخ بودا. نه من همیشه گفتم فامیل اگه استخونم بخوره پوستمو دور نمیندازه. معمولا استخونم دور نمیریزن. راست میگه، خاصیتش تو پوستشه. من زنگ به عمم بزنم. سلام جان، خوبی؟ قربونت. چقدر حلال زاده ام، اتفاقا الان به یادت بودم که زنگ زدی. من زنگ زدم. خب نه، من معذرم اینه که بایدین گفتم دلم واسه عمه سیما یه ذره شده یه زنگش بزنم. چه خبره؟ چیکار می‌کنی؟ شنبلی پاک می‌کنی؟ عمه گفتی شنبلی، راست من شنبه چک دارم. حالا اگه پول پس اندازیم بدین بعد نیست، من می‌خواستم بیام بانک ضامنم بشین. دست شما در نکنه. پس من الان میام تو مسیر دایی هوشنگو برمی‌دارم میام دنبالت. مرسی. خداحافظ. هایدی من برم دنبال عمه سیما، حواست باشه. ایول باید برم سراغ فامیل. ببین من دایی هوشنگم بازنشسته ارتش، عمم معلمه. میشه؟ ها میشه، ولی فامیل میشه تا چند دقیقه پیش اخ بودا. گوشیم کو؟ گوشیم کو؟ حافظ میگه، میگه که عشقا سرفا ما اونا خنده گفت دایدین. آیدین ببین، تو نامه رسمی با ضامن کسر از حقوقی هر چی بخوای میخوری، ولی خانواده چی؟ تشکیل خانواده باعث ناهنجاری های زیادی میشه، میدونستی؟ سابقه لجبازی داشته؟ آره، یه بار دیگه هم رژیم گرفته بودم، بهش گفتم 300 گرم کلم بروکلی بره برم بعد آقا کی با حول همون بره بیرون؟ گل چه ممکنی بازی کسیفه؟ بازی کسیفه؟ سالانه کلی زن و شوهر دارن از هم جدا میشن. خب اگه طلاقی نباشه ازدواجی هم نیست، و اگر ازدواج نباشه طلاقی هم نیست. اینا ببین مکمل هم دیگه، مرغ و تخمه مرغ هم. خب خب اگه طلاق نباشه ازدواجی هم، قبلا خدمتتون عرض کردم تا چند تا برداشت درخی نمیافته. بگون دو نفری سوار اتوبوس میشی، بعد هر کسی منکارت خودشو نمیزنه چون منکارت مال مشهده. موظفه که استعمار و سلطه یک فرد زورگو به نام پدر رو قبول بکنه و احترامش کنه. خوشحالم البته که اینقدر مکس کردم یادش یادم رفت. حداقل یک گل میگرفتی اندازه‌ام بشه. چی؟ بس